همکارم علی کاظمی از روسیه. علی، اقدام اخیر دولت پوتین در حمایت از جدایی طلبان اوکراین در شرق این کشور و اعزام نیروهای روس به این مناطق چه واکنش هایی دقیقا داشته و چه اخبار جدید و بیشتری درباره بحران اوکراین برامون داری؟ شام گذشته در به وقت محلی مسکو چنین فرمانی را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد و استقلال دو جمهوری جدایی طلب اوکراین تصویب کرد و به رسمیت شناخت. روز گذشته و در روزهای قبل دومای دولتی روسیه چنین طرحی را پیشنهاد کرده بودند به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور. روز گذشته ولادیمیر پوتین بعد از ظهر با دومای دولتی روسیه ملاقات داشت، بعد از او در یک ویدیو از طریق تلویزیون با مردم روسیه صحبت کرد و در واپسین لحظات روز گذشته چنین فرمانی را صادر کرد. همه انتظار داشتن، در حالی که ولادیمیر پوتین قبل از اعلام فرمان هم گفته بود که با ایمانوئل مکرون اعلام کرده، همچنان با آقای شولز صدر اعظم آلمان از تصمیم خودش برای چنین فرمانی غربی ها را اطلاع داده و غربی ها منتظر بودن چنین فرمانی صادر نشه، ولی صادر کرده ولادیمیر پوتین. و همچنان گفته شده از این دو جمهوری جدایی طلب 80,000 شهروندش به نقاط امن در روسیه انتقال پیدا کردن و جابجا ساخته شدن. گفته شدن در شهرهای رستوف، نادانو و همچنان ورونژ روسیه 80,000 باشنده دو جمهوری آمدن. واکنش های غربی به مثلا بسیار زیاد بود. اتحادیه اروپا و امریکا روز گذشته و جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواستار لغو دوباره این فرمان شدن. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم به صحبت های شولز در قبال اتفاقاتی که در سال 1994 افتیده بود و نسل کشی که در دونباس منطقه‌ای که این دو جمهوری وجود دارند صحبت کرده بود. امروز خانم ماریا زاخاروا گفته که ما عکس‌ها و شواهدی از نسل کشی در سال 1994 به آلمان فرستادیم، به آلمان و آمریکا، و به خاطری که این تصاویر بسیار دلخراش است نمیتونیم که رسانه‌ای بسازیم، ولی در اختیار مقامات گذاشتیم. این صحبت‌های ماریا زاخاروا بعد از او رخ میده که آقای شولز از نسل کشی در این منطقه گفته بود و همچنان از حمایت روسیه در منطقه دونباس که دو جمهوری طلب دونسک و لوگانسک در اونجا موقعیت دارند.